و تمام وطنداره عزیز، امیدوارستم خوب و خوش و صحتمند و سرحال باشین. خوش آمدین و برنامه خودتون برنامه اکسپورت رو در روح. فامیل عزیز امشب مهمان برنامه شدن، دو فامیل عزیز، فامیل عطایی و فامیل زاهد بیک، که در مقابل هم به خاطر جوایز و هدیه هایی که از طرف شرکت اکسپورت و شرکت خالد نمر برشون تعلق میگیره با هم رقابت میکنن. امیدوارستم تا آخرین دقایق برنامه با ما همراه باشین. دوست عزیز سلام، امید است که شما خوب و خوش باشین. خود تشکر کنیم و دو فامیله که همراهشان معرفی شدیم. خود فامیله زاهد بیگ که سرتیمشان بسیر عزیز است. خوش آمدیم به برنامه. خوش باشین. سلام به شما شمشان عزیز و حاضرین در تالار و بینندگان عزیز که ما را از طریق پرده تلویزیون میبینن. عبدالبصیر زاهد بیگ هستم، سرتیم خانواده زاهد بیگ، مؤسسه پنتون کابل. هر یک ایشان عبدالحمید زاهد بیگ، پسر کاکای مؤسسه پنتون، و ایشان هم عبدالبشیر زاهد بیگ، متعلم صنف 12 هم. بسیار عالی، خوش آمدید. آرزوی موفقیت دوست داشتم. آمدن طرف فامیل عطایی سه عزیزم دوست استاد سطحی میکنه ما را عزیز است. عمر جان خوش آمدید. به نام خدا سلام خوش تقدیم شما شمجان عزیز تیم مقابل حاضرین در تالار. عمر عطایی سم سر تیم خانوازه عطایی فارغ تحصیل صنف 12 هم. هر یکی مزار جان متعلم صنف 12 هم، عظیم جان متعلم صنف 12 هم. بسیار عالی، خوش آمدید. آرزوی موفقیت، پر از انرژی باشید. دوست داشتم خوش آمدید. برنامه را شروع میکنیم. دوستا یک رقم سردشان شده، تشویقایشان، اشپلاقایشان، هیچ چیز نمیه. خوب تشویق کنه خدا بده فامیلا. بیاین دو ساعتی من دید. خوش آمده این آرزوی موفقیت، سوان اول، صد امتیاز و صد امتیاز و صد امتیاز و افجاب. آماده؟ چیز یه نام ببرید که از آن کلاهای زینتی؟ پشم شطر. پشم شطر. این حال سوال دقت کن. چیز یه نام ببرید که از آن کلاهای زینتی و زیبا ساخته می شود. پشم گوسفند. پشم گوسفند. پوست حیوانات. دقت کن بسیار خوب. مشورت چی است به دوستا؟ واگذار. واگذار می کنید. جواب این حال می تانیم باز کنید. جواب شما بود در اینجا. همین جان. یک چیز یه نام ببرید که از آن کلاهای زینتی و زیبا ساخته می شود. پوست گرگ. پوست گرگ. بله. دقت کو به سوال خوب؟ درست. حیوانات، پوست حیوانات جمعی آمد. دقت کو. بشیر جان، از یک چیز یه نام بر که از آن کوله های زینتی و تزئینی ساخته میشه. چرم. چرم. چرم مثال کنیم. چرم. بو جواب. اینا رو سوال فهمیده فکر کنم. بشیر جان، یک چیز یه نام بر که از آن کوله های زینتی و تزئینی ساخته شود. سنگای قیمتی. سنگای قیمتی. سنگ ده فرقش میمونه. مشوره کنین یک جواب سوال میتونین پیدا کنین. حمید جان، یک چیز یه نام بر که از آن کلاه سنگی و تزئینی ساخته میشه. ابریشم. ابریشم. بله. نبود جواب. امیدوار هستم که شما بتونین پیدا کنین یک جواب که او نشوین. عظیم، یک چیز یه نام بر که از آن کلاه های زینتی و تزئینی ساخته میشه. تکه. تکه. مسر؟ بازی من نظر هستم. تکه. وانتیمای نه نظر استم. تکه. تکه. خیلی راحت. خوبش. بسیار خوب جواب دادین. اینجا امتیاز و جوابای باقی مانده نمبر 7. پلاستیک نمبر 6. بوریا نمبر 4. پشم مصنوعی و نمبر 3 هم تار یا نخ است. خیلی سوال آسان بود. خب سوال دوم از نفرهای دوم میپرسم. مسر و حمید بی. سوال بسیار جالب و بسیار عموت و آسان است. صد امتیاز، شش جواب ظاهر میشه به شما. وسیله نقلیه را نام ببرید که اگر خراب شود از بودن در آن دلگیر میشه. مسر. موتر. موتر. موتر مسافربری. چی میتونیم مشهده چی هست؟ واگذار؟ واگذار این بیشک جواب میدم واگذار بکنم. بره امتیاز شدی گیریم. خب باشی سکو سوال آسان است. یک وسیله نقلیه را نام ببر که اگه خراب شوه از بودن در آن دلگیر میشی. تیاره. تیاره. دعوا اگه او خراب شوه سقوط میکنی لالا. زنین خراب. آفرین، میگه پایین میشه تیلکش میکنی. هست؟ تیاره، میشه جواب رو میتونی پیدا کنی. بسیر جان،
بکو یک وسیله نقلیه هست، در داخلش هستی، خراب میشه و دلگیر میشه. چی هست؟ کشتی. 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 آفرین، جوابه رو پیدا کردی. همه جان، یک وسیله نقلیه که اگه خراب شه و داخلش باشی دلگیر میشی. ریل. 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 قطار باشه. ترین. ریل. بیشکتان. باشه جان، یک وسیله نقلیه که داخلش باشی و خراب شه و دلگیر شوی. موتورسیکل. موتورسیکل. یک وسیله نقلیه که اگر خراب شود و شما در داخلش باشین دلگیر شوید. مترو. 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 مشورت یک جواب پیدا کنه به سوال. حمید جان، سیکو سوال بسیار آسان است. یک وسیله نقلیه که اگر در داخلش باشی و خراب شود دلگیر شوید. لفت. 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 بشکر. بشکر. بسید. یک جواب امتیازها را گرفته اید. یک وسیله نقلیه که اگه خراب شد و داخلش باشی دلگیر شوی. زینای برقی. زینهای برقی. وسیله نقلیه سو. نبود. عظیم. یک وسیله نقلیه که اگر خراب شد و داخلش باشی دلگیر میشه. میلی بس. میلی بس. مسر. هلیکوپتر. هلیکوپتر. عمر. هلیکوپتر. هلیکوپتر. امتیاز ها را فامیل زاهد بیگ گرفتیم. 88 امتیاز. یک جواب چی است؟ قایق. قایق. خیلی آسان. بعضی از مسافرهای ما که ترک از وطن کرده بودن داخل قایق بند مانده بودن و قایق با کشتی خیلی فرق میکنه. من فکر کردم هلیکوپتر هم باشه چون با طیاره فرق میکنه. خیر باشه، وقت میگیرم. جان برنامه داشتیم، برگشتیم خیلی زود خدمت شما وطنداره عزیز. امیدوار هستم که در روزهای سرد خانه هایتان از گرمای محبت و عشق و ایمان و هر چیز پر باشه و صدای خنده هایتان خانه را گرم بسازه. سوال سوم، قبل از اینکه بپرسمش، محصول عالی و نوشیدنی فوق العاده و حامی برنامه اکسپول رو در رو، انرژی اکسپول قوی ترین و خوشمزه ترین و خوشتم ترین مزه در بین انرژی ها داره که ساخته شده از حصاری جرمنی و کیفیت از آن انرژی اکسپول. سوال سوم من میپرسم که 5 جواب و 200 امتیاز داره. نفر سوم پرسم. بیم. خوش آمدیم بشیر عزیز و از اینجا. سوال پنجم، همونطوری که گفتم 200 امتیاز و 5 جواب به شما ظاهر میشه. آماده؟ بله. یکی از روش‌های رفتن به محلی که سرک مترفت را ندارد را نام برو. عظیم. بایسکل. 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 جوابت بود. باشید. یک سرک است که موتر در اوج نمیره ولی تو میخوای در اوج بری. چرا خم میری؟ یک شنام ببر. موتورسیکل. موتورسیکل. موتورسیکل بود. اینا رو تو واگذار میکنی که سوال به خودت هم پاسخ میدی. مشورت کن. اینا من فکر کردم واگذار. بسی یک سرک مترو نیست، چه رقمی را این سرک تو خودت میگی؟ یک شنام بر یک رقمش. پیاده. پیاده. پای پیاده. پای پیاده. پیاده. همه جان، یک روشی که تو یک سرک که موتر در اوجه نمیره و میخوای بیری، یک شنام ببر. با گادی. با گادی میری. نبود. یکی از روش های رفتن به محلی که سرک موتر رفت ندارد را نام ببر. دویده. دویدن؟ ها. این پیاده روی که تو میدوی؟ هست؟ دویدن. مسئولت شما نیاز است که یک جواب پیدا کنین. بسیر جان، یک روشی که رفتن به محلی که سرک مترف ندارد را نام ببرید. توسط حیوانات. توسط حیوانات. بالای اسب. بالای اسب. توسط اسب. بیشک. بیشک. همه جان، یکی از روش های رفتن به محلی که سرک مترف ندارد را نام ببرید. قاطر. قاطر. نه. نه بود. عظیم جان. بله. یکی از روش هایی که به محلی که مترف ندارد را نام ببرید. رکشا. رکشا.
هم نظر هستم بازی. هم نظر هستین؟ هم نظر هستم بازی. بارک شد. و شما امتیاز ها را گرفتین اول. 254 امتیاز. سعی کنین اگه دوستایی جا کسی که کل ما و شما دیقان بچه هستیم نی؟ مرکب، خر، اسب با هم یک فرقی دارن، به خصوص خر و مرکب. من میگیم نمبر 4 خر است. نمبر 4 کشتی میره ده او بیتسره که پیاده رو. نمبر 4 توسط مرکب. من نقل رسان ما نفهمید این دفعه مرا نی؟ خب شاید خود چلیپا خوردن، من فکرم شما میفهمید. خیر است، بیاد دو نفر اول ما رو بسید بیاید. سوال از سرنوشت سازتان که 300 امتیاز و 3 جواب داره، 3 جواب با شما ظاهر میشه. معمولا تخم مرغ را به چه شکل پخته؟ املت. نبود. معمولا تخم مرغ را به چگونه پخته و نوشجان میکنید؟ با تخم رومی. تخم رومی. رومی دار. جوابت بود. کاش که میمون بیکنم. جوابت هم درست بود. نشارت کن. میریم. نمیتونم. مثلا معمولا تخم چه قسم پخته میکنی و نوشجان میکنی؟ ساده. ساده گلدار. ساده در روغن. بود. از این. یک جواب. معمولا تخم را چگونه پخته و نوشجان میکنی؟ با سبزی. با سبزی جور میکنی؟ بله. معمولا تخم چه رقم پخته میکنی و نوشجان میکنی؟ تخم جوش. تخم جوش. جوش میتیم تخمه. جوش میتیم. جوش دادگی. تخم جوشانده. جوشانده. امتیاز ها را از آن خود کردین و 350 امتیاز برنده مرحله اول شدین. تشکر از حمایت کننده برنامه خالد نمر عزیز. دو محصول فوق العاده را به فامیل برنده ما هدیه میکنه. واقعا محصولات فوق العاده ای داره. یک محصول دیگه هم داره ولی من در آخر یه باز معرفی میکنم. انواع گوشی های هوشمند و ساده سامسونگ را با بسته‌بندی خالد نمر از تمامی نقاط شهر و ولایت میتونید به دست بیارین. محصولی که گفتم براتون معرفی میکنم مدل جدید پرایم هست. F180 QUAD گنجای 4 سیم کارت قابل دسترس در تمام ولایت و مرکز. قیمت حیرت انگیز 1350 افغانی، رنگ های مختلف، دارای بیدری قدرتمند و 2 سال ورنتی. میتونیم بعد دستش بیاریم. واقعا محصول فوق العاده ای هست که هر شب من دارم معرفیش میکنم. خیر باشه فامیل زاهد بیگ. فامیل عطایی عزیز مبارکتان. 2 سیت موبایل از طرف شرکت خالد نمر. حالا 10 قطعه تزاری سرخ ایش داره میکنیزه. خب ایش اگه میفتاد از خودم بود. خب قربان شما، بخیر باشین. بخیر خوبی از پیسه و 2 موبایل استفاده کنین. مشوره 2 نفر انتخاب برمیگردم. بسیر چرا زود زدی؟ البته جوابت هم درست بود خوب ولی انتخاب نشده بود. خیر باشه. خیر باشه. امتیاز خوب 254 موفق و لبایت هم پر از خنده. حرفی دارین که امروز در اختیارت هم. پیام خاصی ندارم به مطنه همش لبخند لبشان باشن. دیگه کمید نازنینا رو ببینم. موفق باشین. خب فامیل عطایی عزیز 2 نفری که میان به خاطر 500 هزار. من مظهر جان. خودت مظهر جان عزیز بین کنار من. بین دوست عزیز من. دوست عزیز شروع کنم. اینجا مظهر جان استاد شو و پولیش عمر جان شما استاد شو. کی اول پاسخ میده؟ اول مظهر جان پاسخ میده. اول مظهر جان شما میرین؟ بله. بفرما عمر جان. میان برنامه داریم خیلی کوتاه، رفت و برگشت میکنیم، برمیگردیم با شما هستیم. عزیزای دل و تندارای مهربان، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و خوشحال باشین. خوش آمدیم به ادامه برنامه. مثل شبهای گذشته سوال ها را تغییر آوردیم و سوال های ذهنی درست کردیم. امیدوار هستم این سوال ای دوست عزیز ما که من نامش انتخاب میکنم بتانه پاسخ بده. بسیار یک سوال جالب است. رامش
بیارامش جان کنار ما. اینجا استاد چه رامش جان خودت به دوستو معرفی کن، صحبتگاه روشن است. سلام، اسم رامش است، اشتراک کننده روی در رو. رامش جان سوال بسیار آسان است. لارا جان روبروی کمره استاد چه سیکو، او کدام کلمه هست که هم غلط میخوانیش هم غلط نشتش میکنی و هر کس هم که به تو کلمه رو نشته کنه تو غلط میخوانیش؟ چی یک سوالی است؟ یک، دو، سیکو کدام کلمه است که یک نفر من سیکو نشتش میکنه تو غلط نشته میشه، خب هم که تو بخوانیش غلط میخوانیش؟ که غلط میباشیم چی میشه؟ کدام کلمه است؟ غلط. غلط. آفرین، نقل گرفتی خب؟ بده لالا، بده اینه بگی اکسپولا نوش جان کن. خیلی سوال آسان بود، سوال خیلی جالب بود. کلمه غلط هر رقم که باشه اگر نشتم شوه امو غلط است و اگر خواندم شوه باز امو غلط است. میره مرحله دوم، همراه فامیل عطای دوستو تشکر کنه. سلام اثر عزیز، دوباره خوش آمدی به مرحله دوم، مرحله 500,000. 20 ثانیه، 5 سوال. سوالی هم نتانستی پاسخ بدی بگو بگذر، ثانیه باقی مان دوباره میپرسم. و سوالی هم نتانستی پاسخ بدی میتونی بگو بگذر، اگه ثانیه باقی مان دوباره ازت میپرسم و با صدای بلند پاسخ بدی. آماده هستی؟ آماده. 20 ثانیه آماده. چیزی نام ببرد که مادران انجام میدهد اما اطفال قدر آن را نمیداند. رسیدن به اطفال. چیزی نام ببرد که دو حرف اول آن نون و الف باشد. نان. حرفه و یا شغلی نام ببرد که باید خونسرد و آرام باشد. دکتر. پوشیدنی نام ببرد که کهنه آن را نیست پوشیده باشید. کمپر. چیزی نام ببرد که نمیخواید لمسش کنید. یک جواب میدادی خلالا. بیا نیست تشکر کنید. بسیار آسان بود سوالات. سوال اول از پرسیدم که چیزی نام ببرد که مادران انجام میدهند اما اطفال قدر آن را نمیداند. پاسخ رسیدن به اطفال. یازده. خوبش. سوال دوم، چیزی نام ببرد که دو حرف اول آن نون و الف باشد. نان. چهل. خوبش. سوال سوم، حرفه و یا شغلی نام ببرد که باید خونسرد و آرام باشید. پاسخت دکتری. شانزده. خوبش. سوال چهارم، پوشیدنی نام ببرد که کهنه آن را نیست پوشیده باشید. پاسخت جمپر. پانزده. خوبش. سوال آخر، چیزی نام ببرد که نمیخواهید آن را لمس کنید. هیچ چیز. ثانیه هم داشتی به جواب دادن اما پاسخ ندادی و امتیازت هم هست صفر. تقدیمت خیر باشه. 82 امتیاز. خوب و خوش آرام باشی. دوستا میگن بکشی ولی من تو رو دوست دارم. تشکر. بخیر باشی. برو لالا. کی بیا؟ تشویقش کنی. بیا عمر جان، خوش آمدی. مرحله دوم. 25 ثانیه زمان داری لالای مهربان. و من جواب تکراری به هر سوال من که بدی 5 سوال ازت میکنم. اینی صدا رو میشنوی. سوالی هم که نتونی پاسخ بدی میتونی بگی بگذر، دوباره ثانیه باقی مان ازت میپرسم. و مهمترین قسمتی است که تو با صدای بلند به ما پاسخ بدی. آماده هستی؟ آماده است. آماده باشیم. 25 ثانیه. چیزی نام ببرد که مادران انجام میدهد اما اطفال قدر آن را نمیداند. بگذر. چیزی نام ببرد که دو حرف اول آن نون و الف باشد. نانا. حرفه یا شغلی نام ببرد که باید خونسرد و آرام باشد. استادی. پوشیدنی نام ببرد که کهنه آن را نیز پوشیده باشید. پلیم. چیزی نام ببرد که نمیخواید با دست لمس کنید. سگ. چیزی نام ببرد که مادران انجام میدهند اما اطفال قدر آن را نمیدانند. ثانیه طول شد. بسیار عالی. بفرما. بیا کنار ما عمر جان. خوب پاسخ دادی. سوال اول، چیزی نام ببرد که مادران انجام میدهد اما اطفال قدر آن را نمیداند. پاسخت. پاسخت گفتی بگذر، ثانیه هم باقی نماند که بپرسم. بعضی امتیاز هم میگیری؟ صفر. صفر. بلندترین امتیاز شستن لباس بود. خیلی آسان که با ما و شما عادی هستیم یک لباس رو میشوریم اما بسیار سخت است. سوال دوم، گفتم یک کلمه نام ببرد که حرف اول آن دو حرف اول آن نون و الف باشد. خودت گفتی؟ نه نه. سفر. سوال سوم بود که بلندترین امتیازم نان بود که ما
مسر گرفته. سوال سوم بود که یک شغل یا حرفه یا نام ببر که بسیار آرام و ریلکس باشه. پاسخت معلمی. یاسته خوبه. بلندترین امتیاز دریوری یا رانندگی بود. سوال چهارم گفتیم یک پوشیدنی نام ببر که اگه کهنه شه باز میپوشیش. پاسخت پتلون. 13 خوبه. بلندترین امتیاز بوت بود. سوال آخرم که خیلی سوال آسان بود. گفتم یک چیزی نام ببرید که دوست ندارید آن را دست یا لمس بکنید. سگ. سگ چیز نیست. سگ حیوان زنده جان است. امتیازش 0. بلندترین امتیاز خار بود که آگار نشه. هیچ کس خوش نداره لمسش کنه. همیشه خوب و خوش آرام باشه عمر جان. تشکر. موفق باشه. مبارک باشه عزیزم. بفرمایید دل من. تشکر از حمایت کننده های برنامه انرژی اکسپول و شرکت خالدمر عزیز. انرژی اکسپول خوشمزه، قوی و خوشتم، دارای ویتامین های خاص، کیفیت آمازون اکسپول. شرکت خالدمر هم اولین نماینده رسمی موبایل سامسونگ در کشور عزیزم افغانستان. اوسوبی نمبر واتساپ. بله، انتقاد، پیشنهاد، سوال دارین با ما در واتساپ برنامه شریک کنین و آمدن برای اشتراک در برنامه خودتان برای اکسپول رو در رو آسان است. 456 طریق آسان هست که 62 دوره فشار میتین. بعد از شنیدن صدای بیپ نام خودتان و اعضای تیمتان رو میگیرین. در آخرم که علامت نمبر فشار میتین. حضرت مولانا میگه که فکر نکنی در دلم یادتو نیست، گوش کن نبض دلم زمزمش با تو یکیست. شب بخیر.